بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان ارجمند هفت روز سیاست، سلام بر شما، به این برنامه خوش آمدید. در برنامه این هفته در رویدادهای داخلی به حمله تروریستی بر عزاداران حسینی در مسجد باقرالعلوم کابل میپردازیم و در ادامه نگاهی خواهیم داشت به معرفی اعضای کمیسیونهای انتخاباتی از سوی حکومت. در بخش بین المللی هم سیاست خارجی آینده دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید آمریکا و تفاوت شعار تا عمل وی در زمامداری این کشور مورد واکاوی قرار میگیرد. دوشنبه گذشته و در روز اربعین حسینی یک مهاجم تروریست بر مراسم اربعین حسینی در مسجد باقرالعلوم کابل حمله کرد که در پی آن ده ها تن شهید و زخمی شدند. آمار شهدا به صورت رسمی حدود 32 نفر است، اما شاهدان میگویند تعداد شهدای این حادثه به بیش از 50 تن میرسد. این حمله و حملات گذشته در حالی صورت میگیرد که محرم امسال در فضای کاملا برادرانه میان مذاهب اسلامی در کشور برگزار شد و به خصوص در افغانستان که الگوی بسیار عالی برای همزیستی مسالمت‌آمیز میان اقوام و مذاهب گوناگون است، تمامی آحاد مردم از تمامی مذاهب محافل سوگواری ابا عبدالله الحسین علیه السلام را برپا داشتند و آن حضرت را نه تنها متعلق به یک مذهب یا دین اسلام که متعلق به جهان بشریت دانستند. به نظر می رسد چنین فضایی به مزاق برخی حلقات در منطقه و جهان خوش نیامده و سعی می کنند با چنین اقداماتی فضای همزیستی برادرانه در کشور را مخدوش سازند. به نظر می رسد حلقات در پی ایجاد اختلافات قومی و مذهبی در طی یک دو سال اخیر در کشور بودند. اگر روند را خوب بررسی کنید می بینیم که گرایش ها و انگیزه های قومی در چارچوبه حکومت وحدت ملی و به تبع آن در جامعه به طرز بی سابقه حداقل بعد از سقوط حکومت طالبان در کشور برسازی شدند. این اختلافات به طور گسترده در حال پیشروی است و باعث گسست بی سابقه اجتماعی در کشور شده است. طبیعتاً چنین فضای مجموعه دولت و گروه‌های مردمی را از انسجام و یکپارچگی و حرکت بر محور منافع ملی باز می‌دارد و زمینه‌های ضعف هرچه بیشتر داخلی و اثرگذاری و دخالت هرچه بیشتر خارجی را مهیا می‌سازد. این موضوع اما به نظر مکمل و متمم دیگری نیز دارد. اختلافات مذهبی آنچه مسلم است، اختلاف انگیزه های مذهبی به هیچ عنوان انگیزه دینی نمیتواند داشته باشد، چون که مذاهب اسلامی در اصول کاملا اشتراک نظر دارند و در حقیقت زیربنا و مبنای هر کدام از این مذاهب بر پایه اصول اساسی اسلام استوار شده است. این که در فروعات نظرات گوناگونی وجود دارد کاملا طبیعی است و به هیچ وجه موجب خدشه‌دار شدن حقانیت و درستی یک مذهب نیست. در میان کشورهای اسلامی اگر سابقه همزیستی بین مذاهب اسلامی خصوصا اهل تشیع و تسنن ارزیابی کنیم، بهترین زندگی را مردم مسلمان افغانستان در کنار هم دیگر داشته در طول تاریخ. افغانستان خوشبختانه با توجه به اینکه اقوام مختلف، مذاهب مختلف در این جغرافیا قرنها با هم دیگر زندگی کردن، اما زندگیشان همیشه مسالمت آمیز بوده، با وحدت و هماهنگی و همدلی. در این سرزمین زندگی بسیار با عزت و آبرومندانه داشتن. ما هرگز در از این کشور شاهد جنگ های مذهبی، فرقه‌ای و اختلافات حتی به شکل مذهبی شنیدیم، بلکه مسائل مذهبی خیلی اوقات شما شاهد هستید برنامه های مذهبی مشترک گرفته میشه. مردم افغانستان با اعتقاداتی که داشته، با انواع مختلف مذاهبی که داشتن، اینا هیچگاه اختلافات فرقه‌ای و مذهبی را دامن نزدن. در چنین وضعیتی اگر نگاهی به تاریخ گذشته کشور بیفکنیم، خواهیم دید که تاریخ معاصر و به خصوص تاریخ 15 سال گذشته افغانستان مملو بوده از همزیستی برادرانه اقوام و مذاهب گوناگون کشور. چنین وضعیتی طبیعتاً برای حلقاتی در سطح منطقه و جهان خوشایند نیست. حلقاتی که همواره از آبشخور اختلافات مذهبی تغذیه کرده‌اند و خود را با خون مسلمانان جهان فربه ساختند.
اولین اقدامی که در این راستا در افغانستان انجام شد حمله ای بود که در سال 1390 گروه تروریستی و تکفیری جنگوی بر عزاداران حسینی در روز عاشورا در منطقه مرادخانی و مقابل زیارت ابوالفضل انجام داد. حمله ای که به گواهی شاهدان صدها شهید و زخمی بر جای گذاشت. حمله دوم از توی گروه تروریستی تکفیری داعش بر جمع معترضان به تغییر مسیر انتقال برق توتاب در میدان دهمزنگ کابل انجام شد. در این حمله نیز صدها جوان و نخبه کشور جانشان را از دست دادند و جراحت برداشتند. حمله سوم نیز حمله شب عاشورا بر زیارتگاه کارت سخی بود که تعدادی شهید و زخمی بر جای گذاشت. حالا با اقدام تروریستی دیگر بر عزاداران حسینی در روز اربعین حسینی و در مسجد باقرالعلوم کابل حلقات پشت سر تلاش می‌کنند تا هرچه بیشتر به تفرقه افکنی میان ملت با هم برادر افغانستان بپردازند و این ملت را دچار گسست و از هم پاشیدگی کنند. اونایی به این قضیه خوشحال میشه از منفعت میبره که دشمنی با اسلام و سلاح کار خود قرار داده و فکر میکنه اونا دو دسته است. یک دسته متاسفانه جهان غرب، اونایی که با بهانه مبارزه با تروریسم ایجاد کرد، با بهانهش در افغانستان آمد، با این کار خود ایجاد تفرقه و شکاف بین شیعه ها و بین اهل سنت ایجاد بکنند. چنانچه در برخی کشورهای اسلامی دیگه این کار انجام دادن و موفق هم شدن، اما خوشبختانه در افغانستان تا هنوزم در ایرا نه در گذشته ها و نه در چند سال اخیر اینا توفیق نداشتند. متاسفانه بعضی همسایه های ما نگاهی بسیار بدی به کشور ما شما در افغانستانی یک پارچه، افغانستانی منسجم، افغانستان در یک ملت واحد، افغانستان قدرتمند را بر نمیتوان و نمیخواید. اینا نشانی از این است که حلقات در پشت حوادث وجود داره که اینا با الهام از کشورهای بیرونی میخواین که انسجام، وحدت و همبستگی مردم افغانستان را به هم بزنه. بعض از کشورهای عربی با کمال افسوس جای از این که سرمایه و بودجه از نو در جهت رشد و ترقی اسلام مصرف شود، شما شاهد از این هستیم چی در افغانستان، چی در پاکستان و چی در کشورهای عربی برای فعلا سرمایه و بودجه از نو در جهت اختلاف این مسلمین استفاده میشه. در این میان انتقادهای فراوانی متوجه نهادهای امنیتی به خصوص فرماندهی پلیس و گارنیزیون کابل شده است. گویا این نهادها کاری جز صدور هشدار ندارند. شاید در فضای کنونی کشور نیازی به هشدارهای این نهادها نیز نباشد، چرا که آحاد مردم می‌دانند که وضعیت به لحاظ امنیتی شکننده و احتمال هر اتفاقی وجود دارد. نهادهای امنیتی وظایف فراتر از هشدارهای امنیتی دارند و آن تامین امنیت و جلوگیری از بروز اتفاقات اینچنین است. در مورد حادثه تروریستی دهمزنگ نیز گارنیزیون کابل هشدارهایی را قبل از راهپیمایی مردم داده بود، اما شواهد امر در روز حادثه نشان می‌داد که محل تظاهرات مردمی از کمترین امکانات و تدابیر امنیتی برخوردار بود. فارغ از این که شواهد نیز مبنی بر دست داشتن احتمال حلقات امنیتی در حادثه دهمزنگ وجود داشت، کمکاری های امنیتی و عدم تدابیر لازم برای تامین امنیت معترضان باعث نفوذ عامل تروریستی به جمعیت تظاهر کنندگان شد و در نهایت فاجعه عظیم آفرید. آنچه مسلم است، نهادهای امنیتی فراتر از چیزی که در حال حاضر هستند باید عمل کنند. در واکنش به حادثه باقرالعلوم نیز سران کشور از عملکرد نهادها و مقامهای امنیتی ابراز نارضایتی کردند و از کوتاهی نیروها در تأمین امنیت این مسجد انتقاد کردند. این نشان می‌دهد که ضعف و کاستی نیروهای امنیتی و به خصوص فرماندهی نیروها به خوبی و به وضاحت مشهود است و آنچه مؤثر و لازمی به نظر می‌رسد اقدام در راستای حل مسائل و مشکلات نهاد هاست. به هر روی فضای عمومی امنیتی در کشور نشان می‌دهد که هر آن احتمال تکرار چنین حملاتی در دیگر نقاط کشور وجود دارد و نهادهای امنیتی نمی‌توانند فقط با اعلام یک هشدار از خود سلب مسئولیت کنند و تبعات آن را نپذیرند. تجربه نشان داده اگر مسئولان امنیتی توأم با احساس مسئولیت کار کنند، تدابیر مؤثر برای تحقق امنیت روی دست خواهند گرفت.
در حال حاضر در اغلب موارد وظیفه تامین امنیت مساجد و حسینی‌ها به دست خود مردم بوده است. در این بین نیروهای امنیتی نقش داشتند، اما نقش آنها تمام و کمال نبوده و به همین تناسب تهدیدات امنیتی بعضن به فجایع مانند حمله بر تجمع راهپیمایی مردم در دهمزنگ، حمله شب عاشورا در کرتسخی و یا مورد اخیر حمله بر مراسم اربعین حسینی در مسجد باقرالعلوم می انجامد. حاکی از یک ضعف امنیتی است، یا غفلت وظیفه‌ای هست، یا وظیفه را به شکل صحیح انجام نداده، یا بی‌توجهی هست، یا خدای نخواسته در مواردی همدیسی با کسایش که نامی در کشور ایجاد میکنه. کوتاهی های داشتن بدون شک، نه تنها در حادثه باقرالعلوم بلکه حوادثی قبلی که ما اشاره کردیم، در اونجا هم مسئولین امنیتی بسیار کوتاهی داشتند. شما ببینید که مدرسه یا مسجد باقرالعلوم در چند قدمی حوزه ششم امنیتی هست. خب در حالی که از نیروهای امنیتی هیچ کسی اونجا حضور نداشتند. چگونه ممکن است که تروریست ها از کجا، از نقاط مرزی کشور ما شما میخیزه، میآید در دردونی پایتخت کشور، با توجه به این همه دوربین های فراوانی که در مسیرهای را وجود داره، تلاش هایی که در مسیرهای را وجود داره و این بالون هایی که در جهت شناسای مواد منفجره در آسمان کابل نصب شده، با توجه به این باز میبینیم که تروریست ها موفق میشه که مراسم را مورد هدف قرار میده. اربعین یک روز نامعلوم نیست برای کل مردم افغانستان، برای دولت مردان ما مشخص است که در این روز مراسم مختلف گرفته میشه در تمام مساجد کابل و همچنین ولایات. مراسم اربعین حسینی برپا میشه در روز عاشورا و ایام عاشورا و مناسبت های دیگر. وحدت و اخوت اسلامی در جامعه افغانستان و در میان ملت و مردم ما جایگاه ویژه‌ای داشته و در لایه لایه اقشار مختلف مردم ریشه دارد. همین موضوع افغانستان را به الگوی همزیستی و اخوت اسلامی در سطح کشورهای اسلامی تبدیل کرده است. حالا به نظر می رسد این الگو با تهدیداتی مواجه است. تهدیداتی که در زمینه‌های اختلافات قومی می رود تا اختلافات مذهبی را دامن زند و وظیفه تک تک آحاد ملت است که از این الگو با جان و دل پاسداری کنند. چرا که سعادت، توسعه و ترقی کشور تنها در سایه وحدت و اخوت اسلامی فراهم می گردد. تروریست ها از کار خود با اشاره پشتوانه بیرونی خود دو هدف دارد. هدف اولش این است که مردم را از دین و باورهایش جدا کنه، فاصله بین دین و باورهای مردم ایجاد کنه و مردم بخواهد دوست مسئله دینیش سرد کنه. مردم افغانستان امروز موضوع سمت و مسئله قوم و مسئله مذهب را هیچگاه برجسته نساختند. هر کس وابسته به هر قوم، هر دسته و هر مذهبی که هستند، ولی به این باور هستند که ما در یک کشور زندگی میکنیم که در اینجا هر مذهبی و هر قومی و هر دسته و گروهی حق زندگی برابر را با هم دیگه داره. هدف دوم اگر ایجاد فتنه بین مسلمین هست، بین مذاهبی از کشور است، هر با موقعی اتفاقات میفته در او اتفاقات انسجام مردم مسلمان افغانستان بیشتر میشه. در اینجا هم شهید شده هم سنی. امروز ما شنیدیم نوتان از برادر اهل سنت ما در اونجا به شهادت رسیده، یک بار خون شیعه و سنی در خانه خدا با هم آمیخت. پیوند بین مذاهب و اقوام افغانستان اینا تبارز میده. مردم افغانستان میبینند که کشورهایی که دوچار اختلافات فرقه‌ای و مذهبی شده، کشور خود را به یک جهنم سوزان تبدیل کرده که در اونجا همه میسوزند. نقش دشمنان ایجاد اختلاف است. ما با انسجام و در کنار هم دیگر قرار گرفتن که خون شهدای ما هم زمان و یک جا ریخته است، با این توطئه دشمنان اقصا کنیم که یقین داریم مردم ما این کار خواهد کرد. سه‌شنبه گذشته آقای اشرف غنی و آقای عبدالله رئیس جمهوری و رئیس اجرایی حکومت اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی را معرفی کردند.
7 عضو کمیسیون مستقل انتخابات و 5 عضو کمیسیون مستقل رسیدگی و شکایات انتخاباتی سوگند یاد کردند تا بر اساس منافع ملی عمل کرده و از این منافع عدول نکنند. این افراد در حالی اعلام می شود که اصلاحات انتخاباتی جزئی اساسی در توافقنامه سیاسی حکومت وحدت ملی است. دو سر حکومت بعد از چانه‌زنی های بسیار موفق شدند اعضای جدید کمیسیون های انتخاباتی را معرفی کنند. معرفی اعضای کمیسیون های انتخاباتی گام مهمی در جهت تحقق توافقنامه سیاسی بود. توافقنامه‌ای که به شدت تنش‌زا بود و از همان اول مشخص بود که منشأ اختلافات زیادی خواهد شد. اصلاحات و تعیین اعضای جدید کمیسیون‌های انتخاباتی از جمله مفاد مهم این توافقنامه بود که حالا با معرفی اعضای جدید آن راه برای برگزاری انتخابات شورای ملی باز می‌شود. مجلس نمایندگان از سال گذشته مشروعیتش به دلیل پایان مهلت کاری نمایندگان زیر سوال است و حالا با صاف شدن جاده انتخابات می رود تا انتخابات دیگر را در کشور تجربه کنیم. تا اینجای کار با وجود آن که اعضای جدید کمیسیون ها معرفی شدند و اعضای کمیته اصلاحات انتخاباتی هم که چندی قبل طرح 11 ماده‌ای را برای این منظور پیشنهاد کرده اند، عرصه انتخاباتی کشور تغییرات زیادی را شاهد نبوده است. شاید تصور اذهان عامه از اصلاحات انتخاباتی چیزی به مراتب فراتر از این موضوعات بوده است. در این بین آنچه حائز اهمیت است آن است که حکومت میگوید اصلاحات انتخاباتی به پایان رسیده و بنابر فرمان رئیس جمهوری در مورد نظام و حوزه های انتخاباتی کمیسیون های جدید تصمیم گیری خواهند کرد. حکومت بدون اینکه در مورد موضوعات اساسی و محوری مانند نظام انتخاباتی و حوزه های رای‌دهی تصمیم بگیرد، پایان کار اصلاحات انتخاباتی را اعلام می کند. در حالی که این دو موضوع محوری ترین و مهمترین موضوعات انتخاباتی هستند که هنوز لاینحل باقی مانده است. چه اینکه موضوعی مانند چگونگی تعیین حوزه های انتخاباتی می تواند به شدت تنش‌زا و مغایر با عدالت اجتماعی باشد. البته نه اینکه تک کرسی شدن حوزه های انتخاباتی شیوه درستی برای سنجش آرای مردم نباشد. مشکل کار اینجاست که چنین نظامی پیش نیازهایی دارد و در شرایط کنونی که نه آمارهای جمعیت شناختی دقیق است و نه به لحاظ امنیتی وضعیت با ثبات، این شیوه به شدت موضوع سوء استفاده ها و نقض عدالت اجتماعی را مطرح می کند. این آماده در نهادهای انتخاباتی دیروز ما شاهد بودیم تعداد از هموطنان ما شما را به عنوان اعضای کمیسیون انتخابات و سهم شورای انتخاباتی معرفی کرد، ولی در ارتباط اصلاح نظام انتخاباتی قانون انتخاباتی گامی برداشته نشده. یک گام ناقص را حکومت برداشته، یک قانونی قاطی پاتی را به نام مثلا با وجود آورده که هم صلاحیت های کمیسیون انتخابات در از او هست، هم صلاحیت های کمیشنرهای سهم شکایت انتخاباتی در از او هست. من به این باور هستم که با این قدر حرکت ما نمیتونیم یک انتخابات سالم را در آینده برگزار کنیم. به جانب حکومت من فکر میکنم تحت فشار افکار عمومی، تحت فشار جامعه جهانی کار ناقص را انجام داده و این کار هرگز نمیتونه او منویاتی و خواستای مردم افغانستان مبنی به برگزاری انتخابات سالم برآورده نمیتونه. در میان همه کشمکش ها و اختلافات حکومت وحدت ملی در هفته گذشته، سران این حکومت اظهارات مثبت و امیدوار کننده ای داشتند. آقای اشرف غنی در سخنان تصریح کرد که اعضای کمیسیون های انتخاباتی را با همکاری و مشوره نزدیک با آقای عبدالله و دیگر مقام های حکومتی انتخاب و نهایی کرده است. وی گفت که خود به همراه آقای عبدالله از نامزدان عضویت در کمیسیون‌های انتخاباتی مصاحبه گرفته و انتخاب اعضا بر اساس معیارهای شایستگی، تجربه، توانایی و عدالت اجتماعی صورت گرفته است. در کنار این اظهارات، آقای عبدالله نیز تأکید کرد که این روند نمونه خوبی از کار باهمی، مشورت و هماهنگی میان رهبران حکومت بوده است. گویا کشمکش‌ها و تنش‌هایی که پشت سر گذاشته شده سران حکومت را به سوی نزدیکی، هماهنگی و انسجام هرچه بیشتر رهنمون شده است. این همان مدل است که می‌تواند حکومت را به سوی وضعیت با مسمی از نامش پیش ببرد. وضعیتی که وحدت ملی را تحقق دهد، مشارکت همگانی را زمینه‌ساز شود و عدالت اجتماعی را به اجرا درآورد.
با این وجود حکومت هنوز در اول راه است و برای تبدیل شدن افغانستان به دولت، ملت مطلوب و ملت سازی مردم افغانستان راه‌های طولانی در پیش دارد. این همگرایی حکومتی به خوبی میتواند گسست اجتماعی را در جامعه از بین ببرد و همپذیری و محوریت منافع ملی را در آحاد جامعه به اولویت اساسی تبدیل کند. ما هم دنبال ازی هستیم، مردم افغانستان هم دنبال ازی است که امو حکومت وحدت ملی میگه واقعا وحدت وجود داشته باشه، ولی ما شما شاهدی اختلاف نظرهای بسیار عمیقی بین رئیس جمهور و رئیس اجرایی هستیم، بین رئیس جمهور و بین معاونش هستیم، بین رئیس جمهور و نماینده خاصش در حکومتداری خوب هستیم. هر دو تیم متاسفانه در او اهداف و آرمانی که داشتن ناکام هستند. یعنی اینا وعده های بسیار زیادی برای مردم افغانستان دادن، وعده اصلاح نظام انتخاباتی بود، وعده مبارزه با فساد اداری بود، وعده اصلاحات در تمام بخش ها و مخصوصا در بخش نظام حقوقی افغانستان بود و در بخش های دیگه وعده هایی که ندادن، اینا هیچ کدام او وعده های خود نتونستن تا هنوز جامعه عمل بپوشاند. مردم افغانستان انتظار داره که اینا اختلافات کنار بگذاره، بیا برای از این مردم و برای از این کشور کار را انجام بده. خدا کنه این گونه بوده باشه، ولی واقعیت های چیزی پشت پرده چیزهای دیگه وجود داره. مردم افغانستان از این حکومت انتظار داشتن که در بخش های مختلف اینا گام های اساسی را باید برمی داشتن، اصلاحات را که وعده داده شده بودن در بخش های مختلف اصلاحات را به وجود می آوردن. متاسفانه در این بخش ها این حکومت ناکام هست. پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات پرکش و قوس آمریکا ریشه در نیازهای جامعه آمریکا داشت. شعارهای ترامپ و اشارات مستقیم وی به نیازهای واقعی امروز آمریکا موجب شد که او علی‌رغم پیش‌بینی‌هایی که کلینتون را پیروز این رقابت می‌دانستند، مسیر کاخ سفید را در پیش گیرد. اما حالا تحلیل‌ها به گونه‌ای دیگر رقم می‌خورند. آیا در آمریکایی که سیستم سیاسی بسیار قوی حاکم است و سیاست‌ها و استراتژی‌ها را این سیستم ایجاد می‌کند، ترامپ یارای سنت‌شکنی و عملی ساختن وعده‌های خیش را دارد؟ آن هم وعده‌هایی که خیلی با سیاست‌ها و گرایش‌های سیستم سازگار نیست. به نظر می‌رسد اداره امور و اعمال سیاست رئیس جمهور جدید آمریکا با شعارها و وعده‌های انتخاباتی زاویه‌های بازی را به خود خواهد دید. شاید شعارهای تبلیغاتی دقیقاً برنامه‌ریزی شده ی دونالد ترامپ و اطرافیان او که البته از سناریوهای پر رمز و رازی را هم به ذهن متبادر می‌کند، توانست نهایتاً او را به کاخ سفید برساند و سکان حکومت بزرگترین قدرت جهانی را به دست این تاجر جسور و هنجارشکن بسپارد. اما بدون تردید سیاست‌ها و عملکرد ترامپ با شعارهایش فاصله‌های زیادی را تجربه خواهند کرد. ترامپ گرچه سیاستمدار کاملا تازه کار و ناشناخته است، اما هوش و اراده سرشاری از خود نشان داده و تاجر بسیار موفقی هم بوده است. آن هم در نیویورک، متروپولی که به سادگی نمیتوان در آنجا ثروت‌های کلان اندوخته کرد. برای پی بردن به سیاست‌های او باید صبر و انتظار پیش نمود. پیرامون رفتارها و مواضع او عمیقا پژوهش کرد و در اتخاذ مواضع بس خویشتنداری و تأمل نشان داد. او خود را در مقابل دوست و دشمن به یک اندازه ناشناخته و غیر قابل محاسبه نگه داشته است. هنری کیسینجر اخیراً در محاسبه‌ای گفته که این برای نخستین بار بعد از جنگ جهانی دوم است که دورنمای مناسبات خارجی آمریکا برای دنیای خارج چنین کاملاً مبهم و ناشناخته مانده است و دنیا ظرف 9 ماه آینده بعد از انتخاب ترامپ گرفتار نوعی جنون پژوهشی پیرامون سیاست‌ها و اهداف این شخص خواهد شد. گرچه سوابق اطرافیان شناخته شده او و پیشنهاد چند پست کلیدی اخیر از مواضع تند و راست نو آمریکایی حکایت دارد، لیکن یک نکته آشکار است و آن این که جامعه آمریکا در جریان مبارزات انتخاباتی منتهی به پیروزی ترامپ دچار شکاف روانی و فکری عمیق شده و این به تضادهای قبلا موجود این جامعه در عرصه های اقتصادی، اجتماعی، نژادی و ایدئولوژیکی افزوده است.
و قدرت و کنش آمریکا چه در امور داخلی و به ویژه در مناسبات خارجی افزوده نشده که از آن بسی کاسته شده است. شعار انزواگرایانه اول آمریکا و عوارض نژاد پرستانه، خارجی ستیزانه، اسلام هراسانه، ضدیت با سیستم سیاسی مستقر و ضد رسانه‌ای حاصل از آن که ترامپ منادی آن شد، مبانی اومانیستی آزادی خواهی، دموکراسی طلبی و حقوق بشری غرب و آمریکا را به چالش کشید. اعتبار و حیثیت آن را مخدوش کرد و در یک کلام ایالات متحده را تا حد زیادی در این عرصه های راهبردی خلع سلاح نمود. در حال حاضر در موضوعات مختلف جهانی و بین المللی برداشت‌های مختلفی از سیاست‌های آینده ی آمریکا می‌شود. هنوز ابهامات زیادی وجود دارد و ترامپ هنوز در این زمینه‌های ناشناخته می‌نماید. در میان انبوهی از موضوعات مطرح بین المللی، چند موضوع کلیدی در سیاست خارجی ترامپ حائز اهمیت اساسی خواهد بود. روابط با چین، روابط با روسیه و بحران در خاورمیانه. گرچه قدرت برتر نظامی آمریکا کماکان باقی میماند، ولی برای مدیریت همه جنسی مؤلفه کفایت نخواهد کرد. حفظ موازنه قوا در اروپا و آسیای شرقی منبع اصلی تداوم هژمونی آمریکا و امر راهبردی برای این کشور محسوب میشود. مهار چین یکی از بزرگترین چالش ها و اولویت های سیاست خارجی آمریکا در دوران ترامپ را تشکیل خواهد داد. چین را فقط چین می تواند مهار کند و همسایگانش. لذا قرن 21 قرن رقابت و موازنه قوا در آسیای شرقی خواهد بود. در سوی دیگر برجام توافق هسته‌ای ایران و غرب به همراه توافق جدید تغییرات آب و هوایی دو دستاورد بزرگ در عرصه بین المللی در نخستین دهه های هزاره سوم برای جامعه جهانی به شمار می رود. و با یک پارادیم و رژیم سیاسی حقوقی مستحکم و الزام آور در دنیا تبدیل گردیده است. برخلاف شعارهای انتخاباتی ترامپ و اطرافیان او قادر نخواهد بود به مبنای برجام خدشه وارد کنند و در یک احتمال حد اکثری فقط به ایذاهای تحریمی، امنیتی و بین المللی علیه ایران ادامه خواهند داد. اولویت سیاست‌های داخلی آمریکا با امنیت و تمامیت ساختاری اروپا کمتر از گذشته همخوانی خواهد داشت. آمریکا هزینه‌های بیشتری را از اروپا مطالبه خواهد کرد و مجموعاً بعد از 1941 اروپا احساس می‌کند که چون گذشته دیگر زیر چتر امنیتی آمریکا قرار ندارد و باید فکر به حال روز نابسامان خود بکند. انتخاب ترامپ سبب شد که اروپا از این لحاظ از خواب زمستانی بیدار شود و تنهاییش را بیش از هر زمان احساس کند. مخاطرات مهار خاورمیانه بسیار زیاد و هزینه‌آور است و نوع حسگریز از مرکز در این منطقه در سیاست خارجی جدید آمریکا مشاهده می شود. با این وجود و علی‌رغم تقلیل وابستگی آمریکا به انرژی منطقه، این کشور نمی تواند کاملا با آن پشت کند. رژیم اسرائیل و عدم اشاعه دو موضوعی با اهمیت برای سیاست خارجی ترامپ در این منطقه به شمار می رود. در میان تحولات موجود در خاورمیانه، موضوع سوریه و عراق اهمیت بیشتری دارد و به شدت باعث بی‌ثباتی اروپا شده. با این وجود به نظر می‌رسد نگاه ترامپ به بحران سوریه و عراق تا سرحد آرامسازی منطقه است و موضوع از بین بردن گروه‌های تروریستی چون گذشته در حاله‌ای از ابهام خواهد بود. آمریکا در مورد سوریه و عراق فقط تا سرحد آرامسازی منطقه با کمک سیاسی، امنیتی و مالی متحدانش در این راه تشریک مساعی خواهد کرد. خاورمیانه در حال انتقال و دگردیسی عظیم پسا استعماری است و چنانچه کشورهای بزرگ و تاثیرگذار منطقه چون ایران، ترکیه، عربستان سعودی و مصر به فکر همزیستی با هم نیفتند، بحران در قلب جهان اسلام تا دهه‌ها به طول می انجامد و تروریسم و افراطی‌گری تا سرحد یک فاجعه در آن تشدید می شود. آمریکا و غرب هم ضمن سعی در مهار و دفع آثار منفی این بحران به مرزهای خود ترجیح می دهند بیشتر نظاره‌گر و حتی ممد جنگ در این منطقه باشند. از نظر غرب این منطقه پتانسیل و کیفیت لازم را برای تخلیه ظرفیت‌های اشباع شده بین المللی بیش از دیگر مناطق دیگر دنیا دارد و کاندید شماره یک در این زمینه است. به گواه تاریخ
این تخلیه ها معمولاً با براه انداختن جنگ های بزرگ برای غلبه بر رکود و بحران های ساختاری اقتصادی و مالی عملی می شود. از این موضوع که بگذاریم، روسیه جایگاه مهمی در سیاست ها و استراتژی های آمریکا دارد. از دیدگاه آمریکا و اروپا، روسیه به لحاظ اقتصادی، جمعیت شناختی و فساد زدگی قدرتی در حال زوال است. اما زرادخانه هسته‌ایش می تواند آمریکا و اروپا را نابود کند. ممالک بزرگ در حال زوال هم می توانند دست بر ریسک های بزرگ بزنند. لذا ترامپ با توجه به تنگناهای داخلی و خارجی مجموعاً سعی خواهد کرد برخلاف دوران اوباما روسیه را کاملاً منزوی نکند و با این کشور بر سر امنیت هسته‌ای، عدم اشاعه، مسائل منطقه‌ای و مبارزه با تروریسم به تفاهم و نزدیکی برسد و با ولادیمیر پوتین پراگماتیست که کم گرفتاری هم ندارد دست به معاملات موردی و تاکتیکی بزند. در نهایت سیاست خارجی ترامپ مجموعاً سعی خواهد کرد به سرعت از هیجان و شعار بیرون بیاید. نوعی سیاست اطمینان بخشی به همپیمانان را در پیش بگیرد و به آنها بفهماند که آمریکا نمی‌خواهد در تداوم نقش خود در نظام سرمایه‌داری غربی با همه عوارض و پیامدهای آن تغییرات ماهوی ایجاد کند. بینندگان ارجمند هفت روز سیاست، به پایان برنامه این هفته می رسیم. از توجهتان متشکرم. تا دیدار دیگر در هفته آینده، خداوند یار و نگهدارتان.